بالاخره کیبورد مورد علاقم رو پیدا کردم. پس کیبورد قبلیمونو میندازیم بره. کیبورد گیمینگ کوگر مدل پولیتیکل RGB که قراره کیبورد مورد علاقه شما هم بشه. من میمیرم برای این اندازه جمع و جورش. نامپد نداره ولی خب به نظرم برای گیمرها بهتره که کیبوردشون جمع و جور باشه. دیدین که میز گیمرها همیشه پر از دم و دستگاه‌های مختلفه. حالا یه عده میان میگن نه میز ما خیلی هم تمیزه. اوکی میز شما تمیزه. بریم یکم هم از مشخصات فنیش بهتون بگم. کیبورد مکانیکاله و سویچاش قرمزه. اگه یادتون باشه توی یه دونه ویدیوی دیگه راجع به سویچ‌های مکانیکال کامل توضیح دادیم. سویچ‌های قرمز سر و صدای کمتری دارن و یه مقدارم نرم‌ترن. خود کیبورد سیمیه و خوبیش اینه که کابلش از این قسمت کاملا جدا میشه. رابطه اتصالش هم USB و طول کابلش 1.8 متره که به نظر من کافیه و استاندارده و نرخ نمونه برداری دکمه هاش 1000 هرتز. دیگه چی میخوای؟ هم سریعه، هم خوشگله، هم خیلی محکم و مقاومه. این کیبورد از جنس پلاستیک با کیفیته و همونجوری که میبینید این بغلاش پیچای فلزی خورده، یه جوری محکم و مقاومه که اگه به جای کیبورد قوی من اینو پرت میکردم متحمل ضرر کمتری میشدی. کلا به خاطر همینم هست که وزنش یکم سنگینه به نسبت کوچیک بودنش. از نور پردازیش هم نگم دیگه. خب تمام؟ بابا دارم حرف میزنم. گفتیم نگم. مثاله. گرفتار شدیم. اوکی بگو. نمیذاره که چی داشتم؟ آها نور پردازیش. تو خود صبح میتونی مود نور پردازی عوض کنی، کیف کنی. دکمه FN رو با دکمه ای که اینجاست اگه فشار بدی حالتهای نور پردازیش عوض میشه. یکی از حالتهایی که خیلی من دوست داشتم حالت گیمه، یعنی فقط دکمه های WASD روشنه. فکر کن یه اتاق تاریک داری گیم بازی میکنی و فقط دکمه هایی که بهش احتیاج داری روشنه. البته این بجز گیمرهایی هستش که دارن بازی دوتا دو بازی میکنن و میدونید که اون انقدر شورتکات داره که دیگه WASD جواب نمیده براش. دیگه امیدوارم لذت برده باشین و تا یه میدونه دیگه یه چیزی یادمه. این قسمت جذابشو من گذاشته بودم برای آخر ویدیو، داشت یادم میرفت. ببین این کیبورد یه دونه گارد محافظ داره یا همون کاور محافظ که اینو میتونی روی کیبورد قرار بدیم، یه جورای حالت مغناطیسی داره برای اینکه از ورود گرد و غبار به کیبوردتون جلوگیری کنه و اگه یه موقع خواستین بذارین تو کوله با خودتون ببرین به عنوان گارد محافظ هم عمل میکنه. میبینید که با کاورش خیلی خوشگل تره. اگه این کیبورد به کیبورد مورد علاقه تو هم تبدیل شده نظرتو توی کامنت ها حتما بهمون بگو. لایک و سابسکرایب هم میدونم مثل همیشه یادت نمیره. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. بالاخره کیبورد مورد علاقه‌مو پیدا کردم. پس اون قبلیو میندازیم بره. جا به جا بشین یا جای دیگه بذارینش. خیلی چرا دارم چرت و پرت میگم به نظرت؟ قسمت جذابشو گذاشته بودم برای آخر ویدیو.